ادامه مثلا برای این قسمت سری شماره دو سه در واقع شما مثلا دارید سیگما یک بر n در n به اضافه یک n از یک تا به نهایت در واقع مساوی است با حد سیگما یک بر مثلا k در k به اضافه یک k از یک تا n به سمت به نهایت. خب من این حد رو حساب میکنم، یه وقت این جدا کنیم بنویسیم یک بر k در k به اضافه یک از یک تا این رو اگه من حساب کنم باش میکنید. یه نکته جالب اینجا وجود داره اینه که در واقع دو بالاهایی که پشت سر هم ظاهر میشن مثل یک بر کا منهای یک بر کای برنامه بخش مشترک که بگیری در واقع تبدیل میشه به این. الان سری این سیگمای متناهی هستش، اگه من بازش کنم میشه در واقع یک منهای یک دوم به علاوه یک دوم منهای یک سوم به علاوه یک سوم منهای یک چهارم به علاوه تا جمله آخر یک انوم منهای یک بر n به اضافه یک. اگر شما یه محاسبات سرانگشتی انجام بدید توی این قسمت ببینید که Sn قابل محاسبه است. اینجا شما Sn رو داشتید، لطفا توجه کنید S اندیس n مساوی با این. پس Sn مساوی است با این با این هست میشه، این با این هست میشه، این با بعد این هست میشه، میشه یک که در واقع منهای یک بر n به اضافه یک n. و اگه حد بگیرم ازش لیمیت Sn n به سمت بی نهایت میشود یک، نتیجه میده که سیگمای n از یک تا بی نهایت یک بر n در n به اضافه یک در واقع مساوی با یک میشه. این هم به عنوان یک در واقع سری دیگه. الان مشخص کردیم که یکی از روش‌های محاسبه یا بررسی رفتار سری ها اینه بتونید Sn رو تشخیص بدیم. این یکی از در واقع روش هاست. حالا بریم سراغ سری شماره دو سیگمای یک بر n از یک تا بی نهایت. بیایم بگم سری هارمونیک سریز در واقع سری هارمونیک هستش که به صورت یک به اضافه یک دوم به اضافه یک سوم تا یک انوم تا الاخر در واقع نوشته میشه. Snش در واقع میشه این تا یک انوم در واقع و لیمیت Sn برابر است با این سری. برای که رفتار Sn رو مشخص کنم، سری یک انوم رو مشخص کنم این از یک تا بی نهایت، یک اطلاعاتی از این به دست بیاریم ببینیم واقعا وضعیت حد این چطور میشه. S1 رو بچه نگاه کنیم، S1 میشه یک، S2 برابر است با یک به اضافه یک دوم، S4 برابر است با یک به اضافه یک دوم به اضافه یک سوم به اضافه یک چهارم. نیاز دارم به توانهای S دو به توان n ها، لطفا اینو توجه کنید. مثلا S8 مساوی است با یک به اضافه یک دوم به اضافه یک سوم به اضافه یک چهارم، بعد به اضافه یک پنجم به اضافه یک ششم به اضافه یک هفتم به اضافه یک هشتم. و اگر شما 16 رو بخواید S16 رو بنویسید، یک می‌نویسید به اضافه یک دوم به اضافه یک سوم و یک چهارم، درسته؟ اینه اینجا، بعد این جمله بیاد یک پنجم تا یک هشتم، بعد چی شد میشه؟ یک نهم تا یک نهم تا یک شونزده، درسته؟ و به همین صورت S32 و S64 تا الاخر. ببینیم چه اتفاق میفته بعد این، چون میخوام با اطلاعاتی که راجع به Sn ها پیدا میکنم بتونم این دومی سری رو بررسی کنم. الان تنها روشی که برای بررسی رفتار سری دارم اینه که بتونم ضابطه دنباله Sn رو تشخیص بدم به کمک دنباله ها مسیر حل تبدیلش کنم به این دنباله. اولا دیگه این نکته که الان داریم میبینیم اینجوریه، اما اینجا که شما دقت کنید
این بود هم مساویه یک به اضافه یک دوم به اضافه یک چهارم به اضافه یک چهارم. چیکار کردم؟ به جای یک سوم میشم یک چهارم. یک چهارم یک چهارم میشه یک دوم، میشه دو تا یک دوم، یعنی میشه یک به اضافه دو ضرب در یک دوم. در اینجا چه اتفاق میفته؟ یک به اضافه یک دوم بماند، خب یک سوم و یک چهارم میشه یک چهارم به اضافه یک چهارم، بوتر مساوی در واقع میشه. خب چون بجای داشتم یک چهارم، اینجا هم یک پنجم یک هشت یک ششم یک هفتم، بجاش همه یک هشتم بذاریم میشه چی؟ به اضافه یک هشتم یک هشتم یک هشتم یک هشتم. در واقع این بزرگتر از دست این شد. به این دلیل دو تا یک دوم، دو تا یک چهارم، چهار تا یک هشتم، یک دوم یک دوم یک دوم میشه چی؟ مساوی با یک به اضافه سه ضرب در یک دوم. اینه محاسبه کنی بزرگتر مساوی یک به اضافه چهار ضرب در یک دوم. SS32 بزرگتر مساوی یک به اضافه پنج ضرب در یک دوم. S64 بزرگتر مساوی یک به اضافه شش ضرب در یک دوم. در کل میشه